در این شماره از بسته اخبار فرهنگ و هنر خبرهایی از تملک خانه فروغ فرخزاد توسط شهرداری تهران تا بحث بر سر اظهار نظر عزت‌الله زرقامی درباره رفع مشکلات مردم ساکن منطقه پاسارگاد و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. خانه پدری فروغ فرخزاد به تملک شهرداری درآمد. خانه پدری فروغ فرخزاد پس از چند سال کش و قوس سرانجام به تملک شهرداری درآمد و کارهای مرمت و بازسازی آن آغاز خواهد شد. از سال 1391 زمزمه‌های تخریب خانه پدری فروغ فرخزاد واقع در محله امیریه تهران توسط مالکان این خانه شنیده می‌شد. این کشمکش سال 1397 بار دیگر قوت گرفت. در پی این موضوع شهرداری تهران قول‌هایی برای حفظ این خانه داد و سازمان وقف میراث فرهنگی هم مهر ماه همان سال خبر داد که خانه به ثبت ملی رسیده است. اما وضعیت این خانه در یکی دو سال اخیر نامشخص بود و پیگیری‌هایی برای حفظ آن وجود داشت تا اینکه در چند روز اخیر اعلام شد که این خانه سرانجام به تملک شهرداری درآمده است. حالا دیانا قوقاسیان همسر مهرداد فرخزاد برادر فروغ فرخزاد که پیگیر کارهای خانه پدری فروغ فرخزاد بوده گفته کارهای تملک این خانه چهارشنبه 22 مهر ماه به انجام رسیده و توانستند خانه را بگیرند. قبلا هم کارهای ثبت ملی این خانه انجام شده است و از هفته آینده کارهای مرمت خانه آغاز و به زودی به روی علاقمندان باز می شود. انتصاب بحث برانگیز هیئت امنایی بنیاد سینمایی فارابی. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعضای جدید هیئت امنایی بنیاد سینمای فارابی را منصوب کرد. محمد مهدی اسماعیلی به پیشنهاد محمد خزائی رئیس جدید سازمان امور سینمایی اعضای هیئت امنایی بنیاد سینمایی فارابی را برای 2 سال منصوب کرد. فهرست هیئت امنایی معرفی شده به این شرح است: مسعود میرکاظمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، جواد اوجی وزیر نفت، سعید محمد مشاور رئیس جمهور در امور مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی و دبیر شورای عالی مناطق آزاد، علی عسگری معاون ستاد اجرایی فرمان امام، علیرضا مختارپور قهرودی دبیر کل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، میثم نیلی مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسن خجسته معاون پیشین صدا و سیما، سید محسن مهاجرانی معاون پیشین صدا و سیما و مشاور رئیس رسانه ملی به همراه محمد خزائی به عنوان هیئت امنایی بنیاد سینمایی فارابی معرفی شدند. در هیئت مدیره پیشین بنیاد سینمایی فارابی افرادی حضور داشتند که سوابق فعالیت آنها مرتبط با حوزه‌های فرهنگی و هنری بود، اما برخی از افراد تازه معرفی شده تقریباً هیچ نسبت و سابقه‌ای با فعالیت سینمایی و حتی فرهنگی هم نداشتند و همین موضوع باعث واکنش‌های متعددی به این انتصاب‌ها شده است. اظهار نظر بحث برانگیز بر سر حفر چاه در محوطه پاسارگاد. در هفته‌ای که گذشت، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سفر استانی به استان فارس پس از دیدن میراث جهانی پاسارگاد ادعا کرد که مردم منطقه پاسارگاد به خاطر مقبره کوروش و قوانین ما نمی‌توانند ساختمان دو طبقه بسازند. درست کشاورزی کنند، چاه بزنند، دکل بزنند. من باید این مشکل را حل کنم. یک مقدار انقباض قوانین حریم‌ها را بردارم و انبساطی کنم. پس از این اظهار نظر، بسیاری از کارشناسان، فعالان و دوستداران میراث فرهنگی به رئیس سازمان میراث فرهنگی واکنش نشان دادند و با نام بردن از عواقب تصمیمات غیر کارشناسی برخی از مسئولان و اقدامات مخرب آنها در حوزه میراث و بناهای فرهنگی ایران به زرقامی پیشنهاد کردند که برای پیشگیری از عواقب هر گونه تصمیم غیر کارشناسی به عاقبت چنین تصمیماتی که در تخت جمشید و شوش اتفاق افتاده است توجه کند. برخی دیگر نیز گفتند استان فارس نه تنها در ایران بلکه در جهان با بالاترین میزان فرونشست زمین مواجه است، فقط به خاطر اینکه نظارت اصولی در استفاده از منابع طبیعی وجود نداشته و بی حساب و کتاب بدون موازین علمی آب برداشته شده است. تمام نهادهای مرتبط از وظیفه خود قصور کردند و نتیجه آنکه صدها حلقه چاه در استان فارس حفر شده است. در ادامه هم زرقامی توضیح داد که دنبال حفر چاه در کنار مقبره کوروش نیست و آنچه برای او مهم است حفظ میراث فرهنگی است با همه قوت. او در توییتر این مطلب را نیز اضافه کرد که مدیر کل ثبت و حرایم میراث، مدیر کل بازرسی وزارتخانه و مدیر کل میراث استان فارس برای بررسی و حل مشکلات مردم پاسارگاد عازم خواهند شد. دستور کار آنان رعایت دقیق حریم میراث فرهنگی و جلوگیری از رفتارهای فراقانونی در جهت ناراضی سازی مردم است.
فیلم قهرمان اصغر فرهادی راهی اسکار شد. هیئت معرفی نماینده سینمای ایران به مراسم اسکار در پی جلساتی فیلم قهرمان به کارگردانی اصغر فرهادی را به عنوان نماینده سینمای ایران برای معرفی به آکادمی اسکار 2022 انتخاب کردند. قهرمان قرار است از تاریخ 7 ژانویه 2022، 17 دی ماه در سینماهای آمریکا و از 21 ژانویه از سوی سامانه نمایش آنلاین آمازون پرایم اکران شود. امیر جدیدی، محسن تنابنده، فرشته سعد عرفایی و سارینا فرهادی در کنار جمعی از بازیگران بومی در شهر شیراز مقابل دوربین این فیلم رفتند. برخی از منتقدان این فیلم را در چندین شاخه از شانس‌های کسب اسکار دانستند. در گذشت اهالی فرهنگ و هنر. در هفته‌ای که گذشت متأسفانه باز هم چند تن از اهالی فرهنگ و هنر ایران از دنیا رفتند. محمد صالحی آرام، شاعر، طنزپرداز و روزنامه‌نگار پیشکسوت یکی از این افراد بود که در 83 سالگی از دنیا رفت. یوسف اسحاق پور، نویسنده، پژوهشگر و جستارنویس از دیگر شخصیت‌های فرهنگی ایرانی بود که این هفته درگذشت. یوسف اسحاق پور استاد تاریخ هنر و سینما در دانشگاه دکارت پاریس بود. او در 24 مهر ماه 1400 در خانه‌اش در پاریس از دنیا رفت. رودابه کمالی، روزنامه‌نگار متولد سال 1350، مهرداد ذوالنور، هنرمند گرافیست، جمشید سماواتیان، نقاش پیشکسوت نوگرا و رحیم رحیم‌پور، کارگردان سینما و تلویزیون از دیگر اهالی فرهنگ و هنر بودند که این هفته از دنیا رفتند.